سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. ابوالفضل برزگرم با 38 جلسه آموزشی از دوره ASP.NET 6 در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان، توی 3 جلسه پیش راجع به ریزور پیج ها صحبت کردیم به صورت تئوری. توی این قسمت دیگه میخوایم وارد مرحله عملی بشیم و در ابتدا بیایم و قالب بلاگمون رو وارد پروژمون کنیم و در جلسه آینده به قولی شروع به ساخت پروژه بلاگمون با ریزور پیج کنیم. توی این جلسه دوستان صرفا قصد داریم که بیایم قالبمون رو وارد اپلیکیشنمون کنیم. خب من به اپلیکیشنمون میام. دوستان باید بیایم فایل های استاتیک قالبمون رو داخل فولدر www.root قرار بدیم. ولی قبلش بریم بررسی کنیم ببینیم که اصلا این قالبمون به چه شکله. دوستان قالب بلاکسره که شما میتونید از سایت rtl.tm تهیهش کنید، rtl-tm تهیهش کنید و ازش استفاده کنید. من صرفا صفحه ایندکس رو در اختیار شما قرار میدم و یه صفحه دیگه هم نیاز داریم به اسم ایجاد مقاله و همینطور جزئیات مقاله که ایجاد مقاله رو خودم براتون ایجاد میکنم، خودم براتون مینویسمش. ولی دوستان توصیه میکنم که حتما برید و این قالب رو از دیولوپرش خریداری کنید، چون که مطمئنا دیولوپرش برای این قالب هزینه زیادی رو کرده و زمان زیادی رو گذاشته و حتما شما برید و به قولی ازش حمایت کنید. خب اینو من میبندمش، برگردیم به اپلیکیشنمون. دوستان بریم فایل های استاتیکش رو بیاریم داخل فولدر www.root قرار بدیم. دوستان فایل های استاتیک رو باید توی کدوم فولدر قرار بدیم؟ آفرین، توی فولدر www.root. من همینجا توی www.root میام یه فولدر دیگه ایجاد میکنم که توی این فولدر ما بیایم قالبمون رو قرار بدیم به اسم تم. خب میام اینجا این به هر حال فایل های استاتیکش رو کپی میکنم و به اپلیکیشنمون میایم داخل فولدر تم پیستش میکنیم. خب دوستان باید بیایم از لیوت شروع کنیم به وارد کردن به قولی قالبمون. برای اینکه من قالبمون رو وارد کنم، سورس قالبمون رو میخوام روی ویژوال استودیو کد بازش کنم. برای اینکه بخوایم روی ویژوال استودیو کد بازش کنیم، ابتدا باید توی این دایرکتوری بگیم که ویژوال استودیو کد باز بشه. میتونیم به ویژوال استودیو بریم و بیایم این فولدر رو اوپن کنیم، یا میتونیم بیایم اینجا cmd رو تایپ کنیم به این شکل، بعد کد نقطه رو تایپ بزنیم. اینجا دیگه خودش ویژوال استودیو کد به صورت اتومات توی این دایرکتوری برامون باز میشه. ببینید توی همین دایرکتوری مد نظرمون برامون باز شد. خب دوستان ما به فایل index.html اش فعلا نیاز داریم، فایل استاتیکش رو که کپی پیست کردیم. حالا دوستان باید فایل های مثلا استایلمون، فایل های js مون، اینا رو که وارد کردیم رو توی پروژمون بیایم لینک دی کنیم. من میام از لینک دی خودش استفاده میکنم، به این شکل کپی میکنم، میام به اپلیکیشنمون. من اینجا میام و جای این لینک ها قرار میدم. بله اینجا دوستان در ابتدا متا تگ دیسکریپشن رو داریم که توی حالا سئو خیلی تأثیر گذاره و بعدش دوستان فوایکونمونه، اینجا نورمالیز CSSمونه. دوستان ببینید این در واقع به صورت پیش‌فرض رفته به فولدر CSS و به فایل normalist.css مراجعه کرده، که اگه اینجا دقت کنید درستم هست، من سیردهش کردن، رفته به فولدر CSS و به فایل normalist.css به قولی هدایت شده. ولی ما چون فایل های استاتیکمون رو اووردیم داخل فولدر تم قرار دادیم، حالا قبل از CSS باید بگیم که شما باید به فولدر تم بریم. خب پس من اینجا css/ رو کپی میکنم. خوب دقت کنید، هم میتونیم به صورت دستی وارد کنیم، هم یه ابزاری داریم که با زدن کنترل F در اختیارمون قرار میگیره.
اینجا کنترل اف رو که بزنیم این ابزار رو در اختیارمون قرار میگیره. در ابتدا باید بگیم که چه فایل هایی رو میخوایم به چه فایل هایی تغییر نام بدیم. ببینید من میگم css slash رو به slash tem slash css تغییر نام بده، یعنی برو به فولدر tem و بعد برو به فولدر css، درسته؟ این دیگه حالا به هر حال توی HTML CSS هست که امیدوارم که یاد گرفته باشید HTML CSS رو و بعد به این دور اومده باشید. خب اینا وارد شد، ولی دوستان این به وندور و همینطور فایل style.css همون هم باید دسترسی بریم. برای وندور هم باید باز مثل همون CSS به قولی عمل کنیم. کنترل F رو من میزنم اینجا بازش میکنم بره به تم، ولی بعدش باید بری به وندور. وندور بله. خب به این شکل و اینم حالا به صورت دستی میایم همینجا وارد میکنیم، میگیم ابتدا باید بری به تم و بعد بری به فایل style.css تم با تیه کوچیک. خب این از این مورد. حالا دوستان اومدیم استایل هاشو توی تگ هدمون قرار دادیم، بیایم دوستان حالا اجراش کردم اصلا بذارید اجراش کنم. دوستان فایل های ثابتمون که توی همه صفحات استفاده میشن چی هن؟ این هدر و نوار بالایی هستن، درسته؟ و این فوتر پایینی، درسته؟ من این هدر و نواره رو باید بیام داخل لیوتم قرار بدم و بعد حالا این کانتنتمون رو ببریم داخل فایل index.cshtml مون قرار بدیم. پس من باید بیام اینجا لیوتمون رو ببخشید فایل های هدر رو ببینید، این پری لودر در واقع همون فایلیه که اول اجرا میشه. ببینید این لودریه که اول اومد بهش میگن حالا پری لودر. این از پریلودرمون خب دایو ورپرمونه که داخلش اومده هدر قرار گرفته و بلاگ هم در کنار هدر قرار گرفته. پس من باید کلن بیام این تگ بادیه رو کپی کنم، خب به این شکل به جای تگ بادیه لیوت خودمون قرار بدم، درست؟ به جای تگ بادیه لیوت خودمون قرارش میدم. این از این موضوع. اسکریپت هامون هم دوستان باید بیایم بگیم که به فولدر تم بره بعد به فایل جی اس بره، درسته؟ پس این هم مثل سی اس اس هامون درستشون میکنم. کنترل اف به جای جی اس اسلش بیا برو به تم جی اس به این مسیر برو. خب این از این مورد. فکر کنم دوستان تصاویرمون هم الان به درستی آپلود نمیشه، برامون نمایش داده نمیشه. بذارید من تصاویرمون رو هم درست مسیر دهی کنم. اینو کپی میکنم کنترل سی ببخشید کنترل اف و اینجا به جای آی ام جی میگم باید بری به جای جی اس میگم باید بری به آی ام جی. خب اینجا ریپلیس آل رو که بزنم همش رو به قولی ریپلیس میکنه، دیگه نمیخواد دونه دونه ریپلیس بشه. بعد هم اینجا زد که 23 مورد ریپلیس شد. خب اینم از این مورد از تصاویرمون. مورد دیگه ای که نمون، فقط دوستان گفتم که توی لیوت حتما باید تگ رندر بادی رو داشته باشید که برای شما اجرا بشه. خب من میام آره این بلاگ رو اینجا تگشو یه خورده اینجوری میبرم فاصله میدم. این در واقع کانتنتمونه، درسته؟ کانتنت اصلیمونه. این کانتنت اصلیمون رو دوستان ما باید بیایم داخل به قولی ایندکسمون قرار بدیم، ولی حالا قبلش من دوستان میام چیکار میکنم اینجا اصلا این رندر بادی رو باید فراخوانی کنیم، چون اصلا بدون رندر بادی اپلیکیشنمون اجرا نمیشه. حتما باید داخل لیوتتون رندر بادی رو داشته باشید. خب و بعد میام اینو حالا
کامنتش میکنم به این شکل. خب اپلیکیشن رو اجرا میکنم ببینیم چی میبینیم، ویدیو رو پوز میکنم تا اپلیکیشن اجرا بشه. بعد دوستان همینطور که ملاحظه میفرمایید هدر و نوار ما به درستی اومدن، همینطور فوتر ما هم به درستی لود شده، فقط به جای کانتنتمون ما اومدیم این ویلکامه رو قرار دادیم. ببینیم توی کانتنتمون ما این ویلکامه رو توی ایندکس داریم دیگه، داره این ایندکس برامون رندر میشه. خب من این ایندکس رو حذفش میکنم، میام این سکشنی که کامنت کردیم رو کاتش میکنیم و میبریم و داخل اپلیکیشنمون اینجا قرارش میدیم و از حالا کامنتی هم درش میارم. چقدر طولانیه. خب این از کامنتی درش میارم و اینجا هم رندر بادی رو داخل این دوتا کامنت قرار بدیم بهتره. کاربر بعد از ما دیولوپری که بخواد توسعش بده بهتر متوجه میشه. گفتیم دوستان در واقع دیولوپر کسیه که کودشو به جز خودش بقیه هم بتونن بخونن. جا روی هات ریلود من میزنم، حالا به اپلیکیشنمون میایم یه بار دیگه رفرشش میکنیم. خب دوستان فکر کنم فایل سیو نکردم، بله فایل رو سیو نکردم. یه بار دیگه به اپلیکیشنمون میایم رفرش میکنیم، بله قالب دوستان به درستی به اپلیکیشن ما وارد شد. این هم از به قولی اینجا کردن قالب به اپلیکیشن به پروژه. توی جلسات آینده میریم و با این قالب بیشتر کار میکنیم.